هزار و یک شب. چون شب 527 برآمد، گفت ای ملک جوان، پس از آن جانشاه با سید شمسه به خرمی و خوشبختی به سر می بردند و تمامت این حکایت ها را جوانی که در میان دو قبر نشسته بود از بحر بلوغیا حکایت می کرد. چون حکایت ها به دینجا رسانید، به بلوغیا گفت همان جانشاه منم. ای برادر، ای بلوغیا، تمامت این ماجرا به من رفته و همه اینها را من دیدم. بلوغیا از حکایت او در عجب شد و به فکرت فرو رفت. پس از آن بلوغیا به جانشاه گفت ای برادر، این دو قبر چیست و از بهر چه در این مکان نشسته ای و سبب گریستن تو چیست؟ جانشاه گفت ای بلوغیا، من و سید شمسه در نزد پدر و مادر با خرمی و خوشبختی عیشی تمام داشتی. سالی در شهر کابل و سالی در قلعه جوهرنگین به سر می بردیم و رفتن و آمدن ما چنان بود که بر آن تخت می نشستیم و افریتان او را برداشته به هوا می پریدند و در هر روز 30 ماه راه طی می کردند و 2 روز از کابل به قلعه جوهرنگین و از قلعه جوهرنگین به کابل همی رفتند و همی آمدند و سالیان دراز در این حالت بودی. اتفاقا سالی از سالها به عادت معهود سفر کردیم و بدین مکان رسیدیم. تخت در این مکان فرود آوردند که براساییم و در جزیره تفرج کنیم. پس در کنار این نهر نشسته بخوردیم و بنوشیدیم. آنگاه سید شمسه جامه های خود برکند و از بحر قرص به نهر اندر فرو رفت و کنیزکان نیز جامه های خیش برکنده در نهر فرو شدند و شنا همی کردند که ناگاه جانوری از جانوران دریا از پای سید شمسه بزد. در حال سید شمسه فریادی برآورده بمرد. کنیزکان از جانوران بگریختند و پاره ای از آن کنیزکان سیده را برداشته به سوی خیمه بیاوردند. من چون او را مرده یافتم بی خود بیفتادم. چون به خود آمدم بگریستم و افریتان را گفتم که تخت برداشته به سوی پیوندان سیده روان شوند و ایشان را از ماجرا بیاگاهانند. افریتان برفتند. 3 روز بگذشت که پیوندان سیده حاضر شدند. سیده را غسل داده کفن کردند و در این مکان به خاکش سپردند و خواستند که مرا با خیشتن به سوی قلعه جوهرنگین برند. من از پدر سیده تمنا کردم که قبری در پهلوی قبر سیده از بحر من بکنند و مرا در این مکان گذاشته بروند که هر وقت بمیرم در پهلوی او مدفون شوم. ملک خادمان را فرمود تمنای من به جای آوردند و مرا در این مکان گذاشته برفتند و من در اینجا پیوسته گریان و نالانم و انتظار مرگ همی کشم و قصه من و سبب نشستنم در میان این دو قبر همین است. پس جانشاه سرشک از دیدگان بریخت و این دو بیت برخوان: هر روز باد می برد از بوستان گلی،
مجروح می کند دل مسکین بلبلی. روییست ماه پیکر و موییست مشک بوی، هر لاله‌ای که می دمد از خاک و سنبلی. بلوغیا چون این سخن بشنید شگفت ماند. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. قصه گو شهرزاد فتوحی، تنظیم مجتبی میرسمیعی.